در این جلسه شیوه کار با کلیس رو دقیق تر و مفصل تر براتون توضیح میدم. زمانی که ما میخوایم یه چیزی رو قطعه ای رو اندازه بگیریم، مجبوریم که به قول معروف این فکر رو از هم باز کنیم، این قطعه رو میذاریم بینش و دیگه اگر بخوایم تکون نخوره این پیچ رو میبندیم. حالا میتونیم دقیق بخونیم که این چه اندازه ای رو به ما نشون میده. دقیق ترین عددی که اینجا روی کولیس ما وجود داره و ما میتونیم بخونیم 9 میلیمتر و 40.4. بذارید من با یه ابزار نشونتون بدم که شما دقیق تر ببینید. ببینید خط 4 هم درست روبروی بالاییش نیست، اولین خط بعد 4 هم نیست، دومین خط بعد از 4 دقیقا روبرویشه. پس این میشه 9 میلیمتر و 40.4 میلیمتر، چون هر کدوم از این خط ها 0.02 میلیمتر. یعنی اگر خط اول بعد از 4 بود میشد 9 میلیمتر و 42 میلیمتر، اما چون خط دومه که دقیقا روبروی خط بالاییشه میشه 9 میلیمتر و 44 میلیمتر. بعد به قول معروف این تا 0.02 میلیمتر ما تونستیم اندازه رو بخونیم. کلیس 3 نوع اندازه گیری میکنه برای ما. برای مثال من یه همچین قطعه ای رو اگر براتون بخوام اندازه بگیرم، این قطر بیرونیشه، این قطر بیرونیشه، قطر بیرونی رو میگیریم، قطر داخلی رو با اینا میگیریم که حتما معمولا کوچیک‌تره، بعد از مرکز گذاشته باشه این خط. خب این قطر داخلیه و عمق کارم با این قسمت انتهاش میگیریم. مثلا اگر من بخوام عمق اینو اندازه بگیرم، بذارید براتون واضح تر بگیم. ببینید این میچسبه به کف، این لبه میاد روی کار میخوابه و اینم کف و ما اندازه عمق اینو میگیریم. پس با این قطعه هم عمق رو میسنجیم.